ما را هم پذیرا باشید. آقای دایی بذارید از همین بحث شروع کنیم. این اتفاقاتی که داره میفته یک بار دیگه نشون داده حداقل در این انتخاب‌های مجلس از جمله همین رد صلاحیت مینو خالقی همین امروز یا به عبارتی عدم تصویب اعتبارنامش، مگر این فراکسیون امید و لیست اعتدالگرایان راهی نشدن؟ مگر همینا دیروز دعوا نمی‌کردن که نباید شورای نگهبان یه همچین کاری بکنه؟ پس چرا خودشون پیشگام شدن برای در واقع عدم تایید اعتبارنامه یا به عبارتی رد صلاحیت خانم خالقی؟ عرض کنم که همه این داستان‌هایی که پیش میاد، نمایشات دوره‌ای تعهدنامه انتخابات و وقایعی که تو جمهوری اسلامی و رفتاری که متحدینش در خارج کشور میکنن، هر کدومش واقعش اینه که هم ما رو با جمهوری اسلامی آشنا میکنه با ماهیتش و هم با نحوه عمل کرده دلالان حکومت و بلندگوهاش به ویژه در خارج که چطور بهش کمک رسانی میکنه. شما نگاه بکنید که قبل از همین نمایش دکان انتخاباتی چه بساطی در خارج را افتاد که برید رای بدید به مثلث جیم نرن، برید رای بدید به ری شهری و نه کی، یه مش قاتل که در خبرگان مثلث جیم یعنی جنتی و یزدی و مصباح نرن. رادیو فردا، بی بی سی که خب دیگه جای خود داره، رادیو فردا، صدا آمریکا هم تقریبا میشه گفت در انحصار اینا بود، رسانه‌های مهم. حالا همین جنتی که با تقلب کردن 16 هم شده رئیس همین مجلس خبرگان که این حضرات آقا مردم رو دعوت میکرد. نتیجه چی شد؟ این دکان و این نمایش چند ماهه. خب اولا تو خارج کشور ما جرئت نداریم بگیم آقا مردم ایران این نظام رو نمیخوان. تا بخوام حرف بزنم میگن آقا صفای انتخابات دیدی؟ مردم رفتن شرکت کردن. شما چی داری میگی؟ بالاخره رژیم مشروعه، یعنی به رژیم یه مشروعیتی دادن. بعد ما ازشون بازخواست میکنیم میگیم آقا این دکان جیم و پیم و اینا که راه انداختید مردم کشتی چی شد؟ همین آقای اکبر گنجی دیجو تو رادیو فردا بید همین الان طلبکارم شده، میگی شما انتظار داشتید به این زودی ها نتیجه بده این کارا. بعد گریبان اونو کسانی که خواهان سقوط این حکومت هستن گرفته، میگی 37 سال شما میگید این حکومت بعد بره، بیاد بگی چرا نرفته تالا. من به شما میگم چرا نرفته تالا، غیر از سرکوبی که آقای گنجی و دوستانش در دهه اول انقلاب قتل عام کردن یه نسل از فعالین سیاسی، یکی از مهمترین ابزار حکومت همین دکانهای جیم و پیمه که شما را انداختید که نمیذارید مردم به طرف راه حل برن از شر این حکومت خلاص بشن. جوابشو خود شما دارید میدید. یک دکانی به نام مجلس مسخره. اول اومدن گفتن 9000 اون هم چند نفر، یعنی 90 و چند درصد از کاندیداهای اصلاح طلبها و معتدلین حذف شدن. باشه، بعد یه دفعه دیدیم کلی لیست دادن، نگو رفتن هر آدمی که پیدا کردن اونا کردن تو لیست خودشون تحت نام اصلاح طلب و معتدل و لیست امید و نام سرما. بعد اومدن تو خارج تو بوخ کردن توییتر و مقالاتشون پره پیروزی حسن روحانی، پیروزی معتدلی، پیروزی اصلاح طلبان، اصلاح طلبی نمیمیرن، نمیدی حرفا. حالا که با این بساط روبرو شدن شروع کردن توجیه کردن، معلوم شده که بسیاری از اینا که تو این لیستا بودن طرفدار ولی فقیه تا بون استخوان مثل بقیه شون رو راست اومدن میگن. یعنی میخوام بگم شما نگاه بکنید توی مملکت عادت نشده که حسابرسی بکنیم. ما الان میام حسابرسی بکنیم از رادیو فردا و بی بی سی و تلویزیون صدا آمریکا که تو برنامه‌های اصلیش یک نفر مخالف انتخابات رو به زور می آورد. خب چیکار کردید؟ چی گیر مردم اومد؟ ما حرف بی خود میزنیم، سال هاست میگیم آقا این دکان ها رو تعطیل بکنید. بیا خودتون جواب بدید که جنتی 90 ساله‌ای که به زور با تقلب کردنش نفر 16 هم تقلب، یعنی تو تهران 1,600,000 چقدر رفتن به جنتی رای دادن، خنده دار نیست؟ این توهین به مردم ایرانی. متشکرم، ممنون. نیکا هنگام ما شاید از این زاویه هم میشه نگاه کرد. این روزها صحبت از ورود یک پولهایی به گردونه رفتارهای رسانه‌ای از سوی برخی نهادهای خاص و بنیادهای خصوصی مطرح میشه که جای حاشیه‌های زیادی رو در ادبیات تحلیلگران باز کرده. فکر میکنی حرفی که آقای دایی هم به طور مستقیم بودش بهش اشاره میکرد تا چند اندازه میتونه نشأت گرفته از همین تزریق این پولها و دلارهای آمریکایی به نفع جمهوری اسلامی در ایالات متحده آمریکا باشه؟ ببین یک مثلا طرح و برنامه وزارت خارجه تنظیم کرد
پیش از انتخابات ریاست جمهوری 92 در حقیقت این تصویب شد و آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهوری در اون زمان این رو در حقیقت این برنامه 5 ساله وزارت خارجه رو تایید کرد و در اسناد رسمی جمهوری اسلامی اسفند ماه فکر کنم یک سال قبل از انتخابات این منتشر شد. خودنویس تنها رسانه‌ای بود که اون رو در حقیقت جدی گرفت و منتشر کرد و این برنامه رسمی توضیح میده که وزارت خارجه و دولت جمهوری اسلامی چه سرمایه گذاری های رو روی لابی های حاضر در کشورهای غیر همسو و در گروه های به ظاهر ضد جنگ در کشورهای غیر همسو و بحث ترک تو دیپلماسی و استفاده از پتانسیل های موجود در کشورهای غیر همسو با استفاده از آدم های همسو رو دنبال میکنه. یعنی وزارت خارجه بخشی از بودجش به نحوی داره صرف این مسئله میشه برای جذب این افراد و استفاده از پتانسیل هایی که در واشنگتن و جاهای دیگر وجود داره. از طرف دیگه شما میبینید کسانی که با جمهوری اسلامی بسیار مهربانند یا ارتباطی ارگانیک با جمهوری اسلامی دارن میان در برخی از دانشگاه‌های آمریکا فرصت مطالعاتی میگیرن و حتی ظاهراً کرسی تدریس رو هم به اینها میدن. کسانی ممکنه باشن که به ظاهر اپوزیسیونی باشن اما میان در دانشگاه‌های مختلف کالیفرنیا و جاهای دیگه میان یک فرصتی استفاده میکنن، هزینه هاشون چند سال تامین میشه، میان حمایت میکنن از برنامه‌های جمهوری اسلامی یا لااقل بخش از جمهوری اسلامی برای استمرار وجود نظام. همین چند وقت پیش بود که یکی از سخنرانی‌های قدیمی آقای شکوری راد از فعالین سیاسی بسیار شناخته شده اصلاح طلب منتشر شد که گفت ما اصلاحات رو برای این آوردیم که مانع انقلاب و براندازی بشیم. خیلی از مردم به این مسئله توجه نمی کنند که در حقیقت اصلاحات استمرار وضع موجود هست از نظر آنها، نه اصلاح شرایط. و یک ارتباط بسیار مشخص وجود داره بین اصلاح طلبانی که در داخل هستند و کسانی که با اینا همراهی می کنند در رسانه های مختلف خارج از کشور. همونطوری که آقای دایی عزیزم فرمودند، کسی بررسی نمی کنه که کارکرد رسانه هایی که دارن از بودجه های دولتی استفاده می کنند چی هست؟ چرا کادری که این افراد گرفتند عمدتاً از میان فعالان اصلاح طلب یا روزنامه نگارانی هست که کار کرده نه فقط روزنامه نگاری بلکه حزبی داشتند برای این مجموعه؟ تحلیلگری که مثلا فلان رسانه اروپایی که از بودجه دولتی استفاده میکنه این برای بولتن ریاست جمهوری کار میکرده یا فلان کس، وقتی اینا رو بررسی میکنید میبینید که اگر انتظاری جز این می داشتیم از کار کردن این رسانه ها عجیب بود. اما متاسفانه شهروندان ایرانی آمریکایی، شهروندان ایرانی انگلیسی نمیان بابت مالیاتی که می دهند پیگیر این تخصیص پول خودشون به این رسانه هایی بشن که عاملین اصلی خروج اونها و ماندگاری اونها در خارج از کشورن. درست. یعنی خیلی از ماها میخوایم در ایران باشیم، در کشور خودمون باشیم، خدمت کنیم، نیستیم اونجا و مجبوریم در غرب خفت هم بکشیم ولی دور بمونیم و بعد پولی که از جیب ما میره صرف هزینه دفاع از بخشی از جمهوری اسلامی میشه و ماندگاری اون. این یک پارادوکسه که به نظر من بایستی گروه های مردمی باهاش مواجه بشن. دقیقا حق با توست. آقای دایی، مشخصا در لیستی از افرادی که دریافتی داشتند از سوی بنیاد آمریکایی که پولهای کلانی رو هم پخش کرده، نام یک ایرانی به چشم میخوره که شما بارها بارها در مورد او تذکر دادید در گفتگوهای مختلف، آقای حسین موسویان، نماینده پیشین دیپلماتیک جمهوری اسلامی در آلمان و یکی از اعضای نخستین تیم مذاکره کننده هسته‌ای. سالها پیش از این به زندان رفت، به آمریکا آمد، ناگهان گرین کارت گرفت، در دانشگاه پرینستون صاحب کرسی تحقیقاتی و استادی شد و حالا گفته میشه که بودجه کلانی در اختیار او بوده برای تبلیغ به نفع توافق هسته‌ای. آیا فکر میکنید پشت این پرده حلقه پنهانی هست که نشون میده کاخ سفید یا برخی مقامات ایالات متحده آمریکا از چنین پروسه‌ای حمایت میکنن و اگر حمایت میکنن
چرا چنین اتفاقی رخ میده؟ آیا مطابق منافع ملی آمریکاست یا تحت تاثیر لابی ها و به عبارتی تاثیرگذاری در ذهن مقامات آمریکایی از سوی لابی های جمهوری طرفدار جمهوری اسلامی؟ بله، عرض کنم که این داستان پول خب خیلی گسترده تره. یه بنیادی هست به نام پلاشر، این پول میداده به موسویان و به تریتا پارس، یعنی بودجه موسویان در دانشگاه مخارجش میداده، به نایاک هم تا دلتون بخواد پول داده در این سالها. خب این پلاشر متحد کاخ سفید هم بود. اما این پولا چیه داستانش؟ ببینید این داستان حتما شنیدید که این نخست وزیر محمدشاه قاجار یه جا به یه مغنی چاپکنی گفت اینجا رو بکن به چاه آب بکن. مغنی بهش گفت حاج آقا اینجا فاضلاب بوده به آب نمیرسه ها. گفت تو کاریت نباشه، تو بکن، ممکنه آب نشه بر ماها، برای تو که یه نونی میشه که. حالا این فاضلاب هسته‌ای برای خیلی نان شد، نان و آبدار حسابی هر دو طرف. حالا چطور؟ موقعی که احمدی نژاد اومد شروع کرد اون اولا بساط هسته‌ای رو دوباره از سر گرفتن، اون موقع پنهان بود، این دیگه علنی شروع کرد ماشین بدون دندور ترمز هسته‌ای رو راند با دستور خامنه‌ای. این نایاک و رفقا در اینجا رفتن با این گروه های چپ و اینا متحد شدن، تحت نام این یه دکانی باز کردن مبارزه با جنگ، قرار جورج بوش و اسرائیل حمله کنن به ایران، بیام جلوش بگیریم. کلی اینا پول گرفتن در این سالا که چیکار کنن؟ که جلو جنگ رو بگیرن. نظر سنجی جعلی درست کردن که مردم ایران 96% 99% طرفدار برنامه هسته‌ای ان، گفتن حاضرین نان شبمون زن و بچه‌مون هم بدیم اما غنی‌سازی دست بر نگیریم. تمام این کارا رو کردن که جمهوری اسلامی تحریم نشه، که بتونه برنامه هسته‌ایشو چیکار کنه ادامه بده. گیر مردم چی اومد؟ هیچ. گیر آقایون چی اومد؟ نان حسابی. بعد که خامنه ای دستاشو برد بالا میخواست سازش بکنه، کاخ سفید هم که دنبال سازش بود، حالا بعد این سازش رو جا میداختن. تا الان پول میگرفتن که جمهوری اسلامی برنامهش رو ادامه بده، حالا شروع کردن که بله این سازش هسته ای که میخواد بشه تلاشش این بود که بیشترین امتیاز به جمهوری اسلامی داده بشه، افکار عمومی هم در آمریکا قانع بشن که آقا این امتیاز دادن رو عیبی نداره، بعد با جمهوری اسلامی کنار بیام خوب میشه، تو منطقه آدم میشه، برای همه خوبه. کاخ سفید رفت سراغ همینا. یعنی فکر نکنید کاخ سفید این پلاشر اینا رو درست کرد، اینا سالیان سال به نفع جمهوری اسلامی لابی میکردن. از سال 2009 تا الان موسویان اینجا کنگر خورده و لنگر انداخته. این کاخ سفید بود رفت سراغ اینا، با هم متحد شدن. حالا این وسط نایاک دوباره این دفعه پول گرفت برای سازش هستی. تا الان پول میگرفتن که آقا نه برنامه هستی ملی غرورآمیزه، چرا اسرائیل داشته باشه ما نداشته. حالا نه آقا بهتره تموم بشه. ببینید چه دکانی اینا را انداختن. واقعش اینه، این تریتا پارسی کارفرما داشت باب نی، رفت در زندان به جرم این خلافایی که میکرد. سال 2006 گریبانشو گرفتن، بعد کنار اومد با قوه قضاییه با دادستان یا اینها، به 30 ماه زندان محکومش کردن. هر جانوری بگید آقا پول گرفته بود، یعنی هر خلافی بگیدی کرده بود. که من یادم اون موقع واشنگتن پست نوشت که این باب نی انقدر این فاسد بوده و بی پرنسیپ که حاضر بوده به خاطر پول بره یه بمب به مادر خودش بفروشه که پول به جیب بزنه، بعد میره به پلیس خبر میده که جایزه بگیره که مادرش رو دستگیر کنه. تیتا و امثال هم آقایونینه. حالا من از شما سوال میکنم، حالا به رضا زراب و موسویان میرسیم برای اینکه صحبتم طولانی نشه، فقط با این تمام میکنم. این دکان هسته‌ای، یه آقایون و خانمایی که در خارج کشور، داخل که خب یا رژیم بوده یا سانسور، اینایی که در خارج کشور می اومدن تلاش میکردن این برنامه هسته غرورآمیزه ملیه این بساطا را انداختن پول به جیب زدن، نباید حساب پس بدن به مردم ایران که این برنامه هسته‌ای برای شما نان داشت، برای مردم ایران چه داشت؟ حالا بعدش در قسمت بعدی به رضا زرا که الان در آمریکا تشریف داره در زندان یا و شخص موسویان هم میرسید. ممنونم آقای دایی عزیز. نیکو انگم ما اگه یه ذره ابعاد رو وسیع تر ببینیم، چون متأسفانه من احساس میکنم که خیلی مردم داخل کشورمون هم فکر میکنن که انقدر این مسئله مهمه برای مثلا آمریکایی ها
و فقط هم همین مثلا یکی دو تا رسانه فارسی زبان هستن، در حالی که وقتی به این لیست نگاه میکنی میبینی که بیشتر این پولها صرف تاثیرگذاری در افکار عمومی جامعه آمریکایی شده تا اینکه اصلا اهمیتی برای مردم ایران قائل باشن یا روی مقصودی از مردم ایران گوینگوین که مثلا دولت جمهوری اسلامی گفته که من خودم مردم خودم رو تیکر میکنم، مراقبت میکنم، شما روی ذهن آمریکایی ها کار کنید. و برخی این پول ها به سازمان های منتقل شده مثل رادیوی دولتی آمریکا NPR که یه رادیویی است با بودجه دولتی، اصلا کمک و فاند خارجی قبول نمیکنه. اینم توضیح میده که این پول ها چگونه به این دستگاه ها تزریق میشه یا اینها چگونه این کارو میکنن. تو چیزی که من میدونم NPR رادیویی نیست که حتی تبلیغات داشته باشه یا بخواد مثلا درآمدهای تبلیغاتی دریافت کنه، درست میگم؟ ببینید رادیوی NPR یا National Public Radio یک رادیوی ملی هست که به خاطر ملی بودنش و به خاطر نوع بودجه‌ای که میگیره مورد اعتماد خیلی‌ها هست. البته از راه‌های مختلفی کمبودهای بودجه رو، این یک مؤسسه غیر دولتی هست به قول معروف نان پروفیت هست که میاد یک سری کمک‌ها رو جذب می‌کنه که راجع به یک سری مسائل بیشتر به قول معروف برنامه تولید بکنه، ولی نمیتونه جنبه تبلیغاتی هم داشته باشه. نه به هیچ عنوان، و بایستی اولا اعلام بکنه، اینا باید شفاف باشه. و وقتی مثلا میاد راجع به یک موضوعی حرف میزنه یا مثلا به اون نهادی که از اینها حمایت کرده، حمایت مالی کرده، باید به شنونده بگه که مثلا آقای سیرن سیونه که از ما حمایت مالی کرد مهمون ما هستند. آقای سیرن سیونه بارها در حقیقت مدیر پلاشرز بارها در برنامه مختلف حاضر شد، نمایندگان کنگره طرفدار توافق هسته‌ای بارها حاضر شدند، اما نمایندگانی بودند در کنگره که منتقد توافق هسته‌ای بودند، اما NPR بهشون وقت صحبت کردن نداد. یعنی در حقیقت از اعتدالی که مدعی هست خارج شد به نفع کسی که مجموعه‌ای که کمک مالی کرده بودند. حالا من چند روز پیش نیومکسیکو بودم. نیومکسیکو جایی هست که اولین آزمایش هسته‌ای اتفاق افتاد و در نزدیکی جایی که آزمایش توافق هسته‌ای رخ داد، خب ایستادم و یک نما برای برنامه آبانگان میگرفتم راجع به تاریخچه این منطقه. اما نکته که به ذهنم رسید بود که افرادی مثل آقای موسویان یا کسانی که پول گرفتن دارن از نانو تکنولوژی استفاده میکنن، مثلا نان در حقیقت گیرشون میاد، این تکنولوژی هایی که گیر این افراد میاد، این از پول هایی که استفاده میکنن، یعنی نهادهای مختلفی که اینجا دارن تبلیغ میکنن برای جمهوری اسلامی دارن از نان خیلی از مسائل استفاده میکنن و همیشه جیبشون پر هست. آقای موسویان وقتی که حکم تعلیقی داشت از ایران خارج شد در سال 1389، خودنویس اولین رسانه بود که اعلام کرد ایشون در واشنگتن دیده شده و بعد من پیگیری کردم کاملا درست بود و هی به ما تماس میگرفتن و تهدید که خبر رو منتشر نکنیم. گفتیم اگر ما دیده باشه کسی ایشون رو به میخواییم خبر رو منتشر کنیم، لاغبت بقیه هم دیدن، پس دیگه الان دیگه خبر پنهانی نیست. و پیگیری های ما نشون داد که ایشون به توصیه های اومده اینجا و برخلاف اون چیزی که خیلی ها فکر میکردن فقط نماینده مثلا خانواده هاشمی رفسنجانی نبود، بلکه نماینده آقای روحانی هم به نحوی بود. یعنی آقای روحانی به نظر من نه تنها در هنگامه انتخابات ریاست جمهوری بلکه از قبلش فضا رو در حقیقت آماده کرده بود که حمایت هایی رو از خارج از ایران بگیره، کما اینکه خیلی ها معتقدن در حقیقت داماد برادرشون و نماینده ایران در سازمان ملل و خیلی دیگه دارن از الان بودجه جمع میکنن از طریق حاشیه پروژه های مختلف برای انتخابات 96 که بتونن سرمایه جمع بکنن، حالا سرمایه که میخواد دلاری باشه، حالا به چه ترتیب خرج بشه، که برای انتخابات بعدی بتونن کار تبلیغاتی گسترده انجام بدن. و جالبم اینجاست که برای این تبلیغات بیشتر به رسانه هایی که در خارج از ایران مستقر هستن فکر میکنن تا رسانه های دولتی در داخل ایران، و این خیلی نکته جالبیه. نکته خیلی مهمی است. یکی از تحلیلگران تحقیقی انجام داده بود که حالا کی منتشر بشه من نمیدونم، بخشش رو برای من توضیح داد، که در زمان انتخابات 1392 اون بخشی از صحبت‌های آقای قالیباف که راجع به اینکه ما چماق دستمون بود رو بی بی سی فارسی اومد پخش کرد، اما بقیهش رو نگفت که گفت ما اشتباه کردیم و کار بد کردیم. و بعد توی مناظره بحث چماق به دست و سرهنگ ها و حقوقدان ها پیش اومد. بله دقیقا. خب شما ببینید که خط سازی ها از جای دیگری آب میخورد و هر دو در
کانالایی به نفع فرد خاص داشتن جلو میرفت. دقیقاً. و کسی پیگیری نکرد که در رسانه خارج از کشور چگونه بخشی از واقعیت گفته میشه به مخاطب به نفع یک کاندیدایی که از قبل دارن روش سرمایه گذاری هایی رو میکنن. و این به نظر من یک زمانی ممکن هست برخی از این افراد مجبور بشن جوابگو باشن. امیدوارم اون روز خیلی زود فرا برسه. اما آقای دایی اشاره کردید به زراب، این چهره به اصطلاح تجارت پیشه که این روزها بحث و حرف و حدیث‌های زیادی از او منتشر شده و اخیراً هم مجموعه تصاویری که از گوشی موبایل او استخراج شده بود در رسانه‌های مجازی پخش شد که خیلی سر و صدا کرد، از تفنگی با دسته طلا گرفته تا شمش‌های طلا، بسته‌های بزرگ اسکناس، میلیون‌ها یورو پول نقد و ده‌ها مسئله دیگه که حالا اگر که لازم باشه خود شما در موردش توضیح میدید. چه ربطی بین زراب ترکیه و این پرونده عجیب و غریب و بی سر و ته هست؟ از کنم اینا همش برمیگرده به همون فاضلاب هسته‌ای که خدمتتون عرض کردم. در حالی که جمهوری اسلامی چه در داخل چه در نماز جمعه، تبلیغات رسمی و در خارج هم دوستان و متحدان سینه چاکش از اصلاح طلب و غیره صحبت از حق مسلم هسته‌ای و غرور ملی، جمهوری اسلامی داره برنامه هسته‌ای داره ایزوتوپ درست کنه برای مبارزه با سرطان. اصلا به جمهوری اسلامی میاد این کارا؟ اصلا به این آخوندان میاد که فکر مشکلات درمانی مردم باشن؟ پشت رو اون طرف سکه چی بود؟ این دکان ها ایزوتوپ برای سرطان چی بود؟ رضا زهرا بود. یعنی اینا میمدن نفت رو برای اینکه تحریم ها رو دور بزنن، نفت رو به ثمن بخش حراج میکردن، به هند و چین و تایوان و کره و همه جا دلالان بین المللی و قاچاقچی ها میفروختن 30-40% که خب وسط راه خورده میشد، اون که دیگه از واجباته، یعنی دلالا میخوردن، بعضی محموله هم که یه جا خورده میشد، اون سنارسشی هم که میمون حالا پولش رو باید بیارن ایران. رضا زراب و شمس و بابک زنجانی مثلث اینا با هم همکاری میکردن. رضا زراب یه جوان 20 چند ساله رو فرستادن اونجا بی سر و پا و هیچ کاره، بدون هیچ تجربه کاری، که یه روز عمرش کار نکرده فرستادن اونجا، که الان که دستگیرش کردن تو نیویورک چند کشتی تفریحی، تعداد زیادی خونه، اتومبیل‌های لوکس قیمت، نمیدونم میلیون‌ها دلار تابلوهای زیر قیمت، همه از کدوم؟ ایزوتوپ برای سرطان، برنامه هسته‌ای، اینا رو انداخته بودن. حالا به خاطر فسادی که در ترکیه بود و رشوه که میدادن کارشون رو انجام میدادن، طلا وارد میکردن، پولا رو به طلا میکردن میوردن وسط راه، یه محموله 1.5 میلیون تنی، یک تن و نیمی طلا که فکر کنم نزدیک 80 میلیون دلار پولش رو حساب کردن پای جمهوری اسلامی، همین آقایون از غنا آوردن همه رو خوردن، یه جا خوردن. زنجانی در دادگاهش گفته که ما وقتی رسیدیم دبی رفتیم و بازرس اومد دیدیم نه اینا طلا نیست، روکش طلا بوده سرمون کلا رفته. به همین سادگی اینا اون روی سکه چی بود؟ سکه هستی. یعنی همینجا که نایاک و رفقا و برادران اصلاح طلب اینجا حقیقت جو نمیدونم اون یکی موسوی خویی نمیرفتن که آقا بالاخره برنامه هسته‌ای غنی‌سازی قبول بکنید، حق مسلم ماست، این دکان ها را میدوخن پولشی میگرفتن، اون ور زرا با زنجانی شمس به جیب میزدن، بماند که پشت پرده تمام این دکان ها چه کسانی هستن. ببینید اینا رو نمیزدن. من امیدوارم این زرا با که گرفتن اینجا یخشو در زندان و این پرید بهارارا داستان منحتن این رهاشن خواهد کرد. خیلی چیزا امیدوارم رو بشه. ما تو رسانه‌های عمومی مهم خودمون عادت نداریم چیزا رو دنبال کنیم. هنوز 30 سال جنگ تموم شده نمیخوام بگیم مسئولیت جمهوری اسلامی در ادامه جنگ چی بود، چند میلیون کشته و زخمی شدن، هیچ کی نباید بگه، سوال نکنه. آقا جنگ میانیه، وارد این بحثا نشو. برنامه هسته‌ای که توش رضا زراب و نونایی که اینا در خارج و داخل خودم مملکت رو به خاک سیاه نشوندن، هنوز کسی حق نداره بگه که اینا از روزی که خامنه‌ای رو با ضیاءالحق برنامه با هم همکاری شروع کردن چه جوری شروع شد، چرا شروع شد، حق نداره کسی صحبت رو بکنه. امیدوارم الان که گریبان این آقا رو در نیویورک گرفتن گوشه ی پشت پرده روشن بشه، چون نوک کوه یخی رو ما می‌بینیم، زنجانی و زراب و پولایی که نایاک و دوستان گرفتن، اینا نوک قضیه است. اون برادران پاسداری که در داخل
اینا رو محمولای کشتی نفت رو به اینا میدادن، پولا رو نقل و انتقال میکردن، لابیایی که انجام میشه، اینا کجاست؟ این رو باید صحبت بکنیم. بنابراین امیدوارم که این لااقل جبران کمبود رسانه‌های فارسی رو این آقای پرید بهارارا در خدمت به مردم ایران بکنه. امیدوارم. متشکرم آقای دایی عزیز. نیکان برگردیم به داخل ایران. دو انتخابات، یک انتخابات، دو مجلس، و در اولین واکنش هر کدوم از این دو مجلس پیروزی کسانی که خودشون رو سربازان ذوب شده در ولایت میدونن، جنتی روی کرسی ریاست یکی از اینها، رئیس انقلابی برای مجلس خبرگان رهبری، و حرکت انقلابی دیگر در مجلس نمایندگان، مجلس شورای اسلامی، با رد صلاحیت یا عدم تایید اعتبارنامه مینو خالقی. فکر میکنی آیا واقعا اصلاح طلب ها آبروی دیگه برای ادامه کار در داخل ایران دارن؟ به هر حال یک گروهی آدم رفتن پای صندوق رأی دادن. درسته که اونجوری که جمهوری اسلامی میگفت حضور 60%، 70%، اینها همه شعار بود، جوک بود، ولی واقعیت یک گروهی رفتن اعتماد کردن و رأی دادن. خواستم بین بد و بدتر بده بره تو، ولی این بده مثل این که از بدتره هم تند و دیستر در آمده. نه ببینید، سنگ پای خاصیتی داره که به راحتی از بین نمیره مگر اینکه پودرش کنن که اون خاصیت سنگ پای خودش از دست بده. در نتیجه تا زمانی که سنگ پا هنوز به خصلت سنگ پای خودش رو داره، همچنان با روی زیاد خودش رو خواهان اصلاح سیستم میدونه و از مردم میخواد که بیان و حمایت بکنن در انتخابات، رأی بدن تا اصلاحات به نتیجه برسه. والا در همون دوره اصلاحات که من و خیلی دیگه روزنامه نگار بودیم و کار کردیم، دیدیم که عملا ثمره اصلاحات به یک گروه بسیار محدود رسید و ضرر سستی های آقای خاتمی چقدر زیاد بود که پیامدش اومدن احمدی نژاد بود و اون 8 سالی که دیدیم چه بلایی سر بودجه مملکتی، بودجه نفتی اومد. بیمسئولیتی هست به نظر من اگر شهروندان ایرانی توجه نکنن به تاریخچه ها و دقت نکنن. من روزی روزگاری انتقاد میکردم از روزنامه نگارانی که در پاریس بودن و در نوفل و شاتو و حاضر نشدن که واقعیت‌های اونجا رو گزارش بکنن. مثلا ما چیز دیگری است، مردمی که اونجا بودن، مردمی که اون زمان ما در ایران داشتیم، آیا حاضر بودن واقعیت رو بشنون؟ مسئله که من دارم با خیلی از این اصلاح طلب‌ها و دیگران، خب اینا افرادی هستن که کارشون فریب افکار عمومیه، اما مشکل جای دیگه است به نظر من. مشکل این هست که تا کی قرار هست مردم تحت تأثیر چنین حرفای بیپایه قرار بگیرن و فکر نکنن که دارن همینطور پشت سر هم سوخت حفظ نظام میشن، سوخت حفظ سیستمی میشن که داره نابود میکنه سرزمین ایرانو. بیاین بررسی کنید، همین چند مدت پیش با دکتر شهرام خلدی تاریخدان گفتگوی کردیم، گفتیم از در تمام طول تاریخ ایران کدام دوره هست که واقعا بیشترین تخریب منابع طبیعی کشور صورت گرفته باشه؟ با اختلاف زیاد همین دوره 37 سال است. حتی در دوران مغول این چنین خاک ایران توبره نشد و ما در دوره‌ای که رسانه وجود داره به این قضیه دقت نمی کنیم. من تأکید می کنم فراتر از سیاست ماجرا رو ببینیم، یک نگاه بکنیم به سرزمین خودمون. دریاچه ارومیه چه بر سرش اومد به خاطر سدهایی که ساخته شد و یک گروه ویژه سود برد، چه بلای سر چهارمحال بختیاری اومد که شهروندان چهارمحال بختیاری خیلی هاشون باید با تانکر براشون آب بیارن، کسانی که عملا مرکز مرکز به قول معروف مخزن آب استانهای مختلف کشور بوده. ببینیم برای شهروندان ما در زابل چه اتفاقی افتاد، در خراسان جنوبی، در جای جای مملکت، این در چه دوره اتفاق افتاده؟ و همه حواسشون این است که خب خدا کنه حالا این گروه بیان وارد مجلس بشن و حالا عوض بشه. نتیجه چی شد؟ آقای جنتی شد رئیس مجلس خبرگان، عملا تغییر نکرد، هیچ بدتر شد. احتمال بسیار زیاد آقای لاریجانی بخت بیشتری خواهد داشت. همینطور که پیش میریم وضع بدتر میشه و شهروندان ما به این قضیه توجه زیادی نمی کنن خیلی هاشون. وای بر ما، وای بر ما. آقای دایی عزیزم، آیا واقعا این شرایطی که امروز در داخل ایران هست نتیجه ای که از انتخابات 7 اسفند سال گذشته، حالا
در هفتم یا هشتم خرداد امسال به تجلی رسیده، میشه نشون بده که واقعا اونها که تا این اندازه نگران مسائل کشور در خارج از ایران بودند، شما هم اشاره کردید به حرفایی که برخی از مبلغین طرح حزم مثلث جیم مطرح کردند، بیان و پاسخگو باشن که به چه قیمتی حاضر شدن مردم رو به پای صندوق‌های رأی دعوت کنن. آیا اساساً کسانی که یه همچین کاری کردن لیستی ازشون منتشر میشه؟ خود شما به عنوان فروم ایرانیان، آیا لیستی از کسانی که مشوقین مردم برای شرکت در انتخابات بودند و حرفایی که امروز میزنن جهت مقایسه تولید میکنید در اختیار مردم قرار میدین؟ عرض کنم که خب نه، ما که دنبال تهیه لیست از اینا، این اصلاح طلبان خارج، ببینید اولا اینا کیان در کلش؟ این از معجزاتیه که در نظام ولایت‌فقیه اتفاق میفته. اما اون عرض کردم بارها خدمتتون، اول انقلاب یه دکانی باز شد به نام جبهه متحد ضد امپریالیستی به رهبری امام خمینی. یه سری این گروه های به اصطلاح چپ که ننگیان برای هرچی چپ و ترقی خواهیه، مثل حزب توده و اکثریت و اینها که خیلی اون موقع واقع اکثریت خب خیلی نیرو داشتن، بعد این دانشجویان خط امام و اینا، یعنی جناح چپ همین حزب جمهوری، اینا شدن جبهه متحد ضد امپریالیستی، حالا اسمش بده خط امام یا هر چی، همینا بودن جناح خط امام اون موقع بود که بعد شد اصلاح طلب. اینا در یک شب یه اتفاقی که افتاد و معجزات که شد این بود که همشون در خرداد ماه 1376 همشون یک بارکی این ضد آمریکایی‌ها و چپ‌ها و نمیدونم خط امامیان شدن اصلاح طلب. دیگه جای سوالم نیست چجوری شد که ما خبر نداریم که چه اتفاقی افتاد، شدن اصلاح طلب. بخشی از اینا که اومدن خارج، اینایی که تمام حرف رو میزنن، همینا خط امامیان سابق، یعنی اصلاح طلبان کنونی، حالا میخواد اکبر گنجی باشه، میخواد نمیدونم فاطمه حقیقت جو باشه، موسوی خوینیا باشه، همینا، درست؟ و همون رفقای سابق رسانه ها در اختیارش نه. اضافه بر اونا قسمتی که آقای نیکانی هم خوب میشناسیدشون، بالاخره جمهوری اسلامی هم بیکار نیستش که یه آدمایی هستن با باد این طرف اون طرف میرن، با به خصوص با جناح رفسنجانی خیلی رفیقم، بیشترم تو بی بی سی هم. توی رسانه ها هم زیاده، اینا همگی مشترکه، یعنی یه سری دلال حزب باد به کمک یه کسانی که عرض کردم که همه طرف حاضرن پول بگیرن مثل نایاک و برادران اصلاح طلب خط امامی های سابق، همه اینا تو خارج جمع شدن. رو هم که همین که فرمود آقای نیکاین توضیح دن، شما فرمودید اینا دیگه ابن که نمیرن، اگه 20 سال دیگر انتخابات خبرگانی باشه، اگه حکومت هنوز باشه، اگه مملکت ما هم دیگه به جایی نرسیده باشه که چیزی ازش نمونده باشه، چون ممکن تا 20 سال دیگه اینا سر کار باشن، هیچ موجود زنده‌ای در فلات ایران دیگه زندگی نکنه، ما با یه زمین سوخته روبرو بشیم. اگر تا اون موقع مجلس خبرگانی باشه و مثلا حکومت هم باشه و ایران هم نابود کامل نشته بشه، همین دوستان که اون موقع به سنین آخر عمر رسیدن بازم مردم رو دعوت میکنن، میگن این بار رأی بدید، ایشالله اگه خدا بخواد آبدارچی مجلس خبرگان بشه که از اصلاح طلب ها. این خودش میشه چی؟ میشه پیروزی. اینا رو یعنی پرنسیپ، یعنی شرم داشتن مردم. وقتی شما دهه اول انقلاب هزار هزار گرفتید و دستگیر کردید، تبعید کردید، شکنجه کردید، کشتید، به رو خودتون هم نمیارید، طلب کاری. من خودم پاریس بودم اولین بار که یه عده این به اصلاح طلب ها سال فکرم 99 بود یا 2000 اومد من آمریکا، هم برغانی هم که خوبشون بود باهاشون بود، اینجا تو دانشگاه اینجا پرسش بازه بود، اسم نمیارم، یکی از اینا به من گفتش که آره، یه نفر پاشو گفت آقا شما این همه کشتید در زندان ها، قتل عام کردید، همین آقا گفتش که بزن بزن بوده دیگه، حالا شما ها باختید دبه در آوردید. از نظر اینا کشتار دهه 60 قتل عام مردم بزن بزن بوده، کشتی بوده، یکی زده یکی باخته. اینا وقتی از این خجالت نکشن، از این خجالت بکشن که چرا مردم رو دعوت کردن به رأی دادن به مثلث جیم، ندادن به مثلث جیم. ممنونم آقای دایی عزیزم. نیکا هنگ، هنوز این ماجرای انتخاباتی تمام نشده، زنگ انتخابات بعدی به صدا در آمد. خرداد سال آینده کمتر از یک سال، تقریبا یک سال دیگه انتخابات ریاست جمهوری در پیشه. اگر جمهوری اسلامی باقی باشه قطعا چنین انتخاباتی برگزار خواهد شد. از همین حالا همین افرادی که تا
پیش از هفته اسفند دایره شرکت در انتخابات و من رأی میدهم راه انداخته بودن، حالا دارن شروع میکنن. اشاره کردی به بودجه هایی که داره برای اینها تهیه میشه. فکر میکنی واقعا دوستانی که نتیجه دعوت به انتخاباتشون امروز اینه، شرم نخواهند کرد از اینکه در طول 8-9 ماه آینده دوباره بوق شرکت در انتخابات به دست بگیرن؟ حالا به 20 سال آینده که آقای دایی فرمودن اصلا کاری ندارم، ما در همین فاصله 8-9 ماه آتی. من بحث شرم رو میذارم کنار، آیا شرف دارند یا نه. ما با یک مجموعه طرف هستیم که شرم، شرف، شعور، یعنی هرچی باشه اینطوری شروع میشه، هفتشین هم باید میتونیم درست کنیم با دربارش. به نظر من ندارن. طرف خودش رو قربانی نقض حقوق بشر معرفی میکنه، اما نسبت به نقض حقوق بشر به وسیله دولت روحانی سکوت میکنه. فلانی در یک کمپین حقوق بشری فعالیت میکنه، اما داره تبلیغ میکنه به نفع دولت روحانی و حضور مردم در انتخابات و توجیه میکنه اینکه آقای جنتی حالا رئیس شده، این رو موفقیت میدونه و نباید پاپس کشید. موفقیت چی؟ خانم مینو خالقی فرزن پدرشون زمانی در نظام جمهوری اسلامی نقشی داشته که شورای نگهبان الان داشته و علیه خیلی از آزادی ها فعالیت کرد. اما مینو خالقی چه گناهی کرده بود؟ مینو خالقی به نظر میاد کارمای پدر الان جلوی اون رو گرفت و کسی راجع به این صحبت نمی کنه از اصلاح طلب ها که در حقیقت چجوری انتقام دارن می گیرن از پدر مینو خالقی، و اون انتقام گرفته شد. ببینید، نظام جمهوری اسلامی تغییر بنیادی نخواهد کرد مگر اینکه ساختار ولایت فقیه تغییر کنه، سپاه پاسداران کاملا خلع سلاح بشه، معاملات اقتصادی شفاف بشه و خیلی از چیزهایی که به عنوان ارزش شناخته میشه دور ریخته بشه و ما به یک سمت دموکراتیکی پیش بریم که مبتنی بر کنوانسیون جهانی حقوق بشر باشه. اتفاقی که در ایران داره میفته، ببینید، بر اساس کنوانسیون های بین المللی تأمین منابع طبیعی مثل آب بدون تبعیض یکی از واجباته. ایران این رو نقض کرده، حکومتش داره آب رو از شهروندان مختلف دریغ میکنه که استانهای رؤسای جمهوری قبلی پروژه های آب بر مثل پستکاری، مثل فلزکاری، مثل چیزای دیگه بتونه سودش به جیب یک عده به خصوص بره. چه کسی این رو داره بررسی میکنه؟ میخوان بیان ایران رود درست بکنن، خلیج فارس رو وصل بکنن به دری خزر. ببینید، ما داریم میگیم جوکه، خاتم الانبیا کلی بودجه گرفته راجب تحقیق، راجب چیزی که اصلا از اولش بیپایه است. افرادی در همین لس آنجلس هستن که دارن کمک میکنن اون اتفاق بیفته و توجیه کنند. ببینید، اشکال کار یکی دوتا نیست. به نظر من یک بایستی یک کار پزشکی صورت بگیره برای در حقیقت واکسنی برای بیشرفی و بیشعوری و بیشرمی درست بشه. به نظر من تا اون زمان ما این مشکل خواهیم داشت. مرسی نیکاهن که همیشه طنز گزنده تو همراه برخی از پاسخ‌ها است. آقای دایی، 5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، اما دو تا سوال خیلی اساسی و مهم دارم. یکی این که سپاهی ها در این مدت سکوت اختیار کردند. گفته می شد که سپاهی ها از ترکیب مجلس راضی نخواهند بود یا در مقابل اون قد علم می کنند، اما عملا تا به این لحظه شاهد سکوت معناداری از سوی نیروهای نظامی خصوصا سپاه در این زمینه هستیم. فکر میکنید معنای سکوت سپاهی ها رضایت از ترکیب مجلس، برخلاف ادعایی که برخی همین اصلاح طلبان و خارج نشین هاشون مطرح میکردند؟ اولا که خب نمیدونم، حتما خبر شدید که از آخرین مصوبه های مجلس قبلی که همین روز تموم شد این بود که رسما اطلاعات سپاه رو، بخش اطلاعات سپاه، اطلاعات سپاه رو به شکل رسمی داد که از این به بعد شورای نگهبان بخواد سوال بکنه برای پیشینه نمایندگان اینا بره از این اطلاعات سپاه، یعنی رسما اطلاعات سپاه موازی وزارت اطلاعات شد، بهش رسمیت دادن. ببینید، سپاه پاسداران الان یه جنگ جدی هست، بعد بعدها صحبت کنیم، یه جنگ جدی الان بین سپاه و دولت روحانی هست، واقعش هست.
به خصوص سر مسئله قراردادهای نفتی، پروژه های بزرگ اینا هست. اما واقعش اینه که مجلسی کلن اصلا محلی از اعراب نداره، بیشتر نمایشی از جنگ و دعواهای خودشونه تو آرایش قوای خودشونه برای مردم که تاثیر نداره که. ولی این تحولاتی که در خبرگان شد و در مجلس هم به احتمال زیاد خواهد شد، سنبه پرزور خامنه ای رو نشون میده و به نفع سپاه هم نیست رسما موضع گیری بکنه، به ضررشه. بنابراین وقتی از پشت پرده همه کار رو دارن میکنن، چه به کمک شورای نگهبان، چه به کمک دفتر رهبری، اطلاعات سپاه هم اونجا نشسته مواظب همه است و اون شمشیر اون بالا نگهداشته که یکی از این نماینده ها اگه بخواه خارج از دستور کار بکنه حسابشون میرسن، خب احتیاجی به علنی کار کردن نیست. واقعش اینه که آنچه که در ایران هست، امروز داشتم صورت جلسه، یعنی متن گزارش صحبت های سلیمانی با مسئولین حماس رو میدیدم، شون نگاه بکنید آقا توی مملکت، مگه دولت نیست؟ مگه دولت نیست؟ میگه که ما دفاعمون هم مسائل منطقه سوریه، فلسطین، لبنان، چه یکی که اسم داره، این ربطی به دولت ها و اینا نداره، این جزء انقلاب رهبرم پشتی کسی نمیتونه عوض. بعد میگه که یادتون میاد اینو المیادین، یعنی ارگان رسمی حزب الله لبنان نوشته. بعد میگه که یادتونه که یه عده تو خیابونای ایران شعار میدادن نه غزه نه لبنان، ما تمام کسانی که طرفدار این حرف بودن رو از کل سیستممون پاک کردیم. ببینید حرف قاسم سلیمانی، بنابراین یه همچی سیستمی حالا یه جا از زبان قاسم سلیمانی بیان شده ای که ما پاک کردیم و بین بردیم، احتیاج نداره بگه. مملکت دست واقعش ایناست و این حرفا و مصطلحات جیم و پیم و اینا برای سرگرم کردن مردمه که طرف راه حل دیگه ای ندارن. این نظام باید فقیه کسی بیاد همین مسئله دخالت در سوریه، عراق و لبنان رو دنبال کنه، همین مسئله موشکی رو دنبال کنه، مسئله هستی رو باور کنید خوب دقیقا متوجه میشه که از ای تا زی این حکومت، از الف تا یه این حکومت به طور کلی تحت تسلط بادهای وابسته به خامنه ای و سپاه، بقیه محلی از اعراب ندارن و این نمایشاتی که انجام میشه. بنابراین من بقیه 5 دقیقه رو اگه چیزی مونده باشه در اختیار آقای نیکوهنگ میذارم که سپاسگزارم. منم مستقیما منتقلش میکنم به شما، کمتر از 1 دقیقه. من امیدوارم که طراحان رای دادن برای اینکه مثلث جیم یا فلان مثلث درست نشن، به نظر مثلث گاف رو این افراد باید تشکیل بدیم، اسامیشون رو بذاریم کنار هم. حالا نکته‌ای که میخوام برگردونم این هست که آیا راجع به حضور جمهوری اسلامی، حضور سپاه در جای مختلف تحقیق کردن و جنایت‌هایی که مرتکب شدن، من خیلی کمتر دیدم از این افراد. امیدوارم شاهد مطالب بیشتری باشیم تا زارن برای اون چنین مطالب پول نمیدن. قطعا نمیدن. نیکوهنگ عزیز سپاسگزارم. به هر حال نیکوهنگ عزیز، نیکوهنگ کوثر که در استودیو همراه من بودن و جناب آقای دایی که از ایالت کنتیکت همراه من بودن.